The media is trying to create the narrative that Biden already won. اصرار دونالد ترامپ بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب فعالیتش را شروع کرد. با خبرنگارانمان در مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی و در دلاور صحبت میکنیم و همینطور از میهمانان برنامه میپرسیم که ترامپ چه آمریکایی برای بایدن باقی میگذارد. در ادامه این 60 دقیقه، واکنش ایران به پیروزی جو بایدن، روحانی از او خواست آمریکا را به برجام برگرداند. مقام‌های دیگر از شکست ترامپ ابراز خوشنودی کردند. سیل تبریک رهبران جهان به بایدن و هریس، عربستان، روسیه و چین سکوت کردند. و خوش آمدگویی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به منتخب تازه برای کاخ سفید. اشرف غنی تأکید کرد همکاری استراتژیک دو کشور ادامه می‌یابد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آمریکا شاهد هفته تاریخی بود و جهان هم نظاره‌گر. رکورد مشارکت در انتخابات آمریکا به بالاترین رقم در 120 سال اخیر رسید، با حضور نزدیک به 70% واجدان شرایط، نزدیک به 160 میلیون رای دهنده. جو بایدن، کهنه‌کار دنیای سیاست در آمریکا، در جدال جانفرسا بر دونالد ترامپ غلبه کرد، بر چهره غیر قابل پیش بینی و ماجراجو که در 4 سال اخیر سلطان سرخط‌های اخبار جهان بوده. برای اولین بار یک زن به معاونت ریاست جمهوری رسیده. کاملا هریس، زنی از خانواده مهاجر با پدری سیاه‌پوست و مادری هندی. دونالد ترامپ هنوز شکست را نپذیرفته، ولی گویا در نتیجه چندان فرقی نمی‌کند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در سخنرانی پیروزی خود گفت که دوره مبارزه و اختلاف گذشته و باید به انبوه کارهایی که در پیش است فکر کرد. در منطقه ایران و افغانستان به پیروزی جو بایدن واکنش نشان دادند. در 60 دقیقه امشب به دو چهره پیروز این انتخابات می‌پردازیم و معنا و مفهوم نتیجه این انتخابات را برای ایران و افغانستان هم بررسی می‌کنیم، کشورهایی که در این سال‌ها بسیار تحت تأثیر تحولات داخلی آمریکا بودند. اول می‌ریم سراغ همکارانم در واشنگتن و ایالت دلاور، بعد نیست که بریم سراغ خشایار جنیدی در مقابل کاخ سفید. خشایار، جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا که یکی از چهره‌های شناخته شده جمهوری‌خواه است، پیروزی آقای بایدن رو بهش تبریک گفته، گویا علارغم مقابله و تأکید دونالد ترامپ بر تقلب، جمهوری‌خواه‌ها یواش یواش دارن سپر رو میندازن زمین. مهر تایید است این پیامی که جورج بوش برای آقای جو بایدن داشت. خودش یک بیانیه منتشر کرده آقای بوش، در اون بیانیه‌اش به این نکته اشاره کرده که تماس تلفنی داشته با جو بایدن و به او تبریک گفته، تقدیر کرده به نوشته آقای بوش در پیام خودش، تقدیر کرده از پیام میهن پرستانه آقای بایدن در سخنرانی شب گذشتهش و البته به این نکته اشاره کرده که جو بایدن رو به عنوان فردی نیکو میشناسه و تایید کرده او رو. همچنین گفته که با خانم هریس هم تلفنی صحبت کرده و این انتخاب تاریخی او به عنوان نخستین معاون رئیس جمهوری زن در آمریکا رو بهش تبریک گفته. و البته آقای بوش پیام تبریکی هم داره برای دونالد ترامپ و هواداران او به خاطر کارزار سرسختانه‌ای که داشتند و برای 70 میلیون رأی مردم آمریکا که آقای ترامپ تونسته در این انتخابات کسب کنه. آقای بوش در پیام خودش به این نکته اشاره کرده، اینکه بسیاری از شهروندان آمریکایی در این انتخابات شرکت کردند، این نشانه مثبتی برای سلامت دموکراسی در آمریکاست. میدونیم آقای ترامپ کجاست الان؟ آقای ترامپ امروز صبح شروع کرد با دو پیام در توییتر، دو رشته پیام در توییتر در رابطه با تکرار صحبتی که میکنه در مورد اینکه در انتخابات تقلب شده و بعضی از برگه‌های رأی غیرقانونی بودند. البته رشته پیام‌هایی که امروز منتشر کرد نقل قول‌هایی بودند از یک حقوقدان برجسته و همینطور از
نیوت گینگریچ از رؤسای اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، یکی از شخصیت‌های شناخته شده و مهم حزب جمهوری خواه که در تایید سخنان او حرفایی زده بودند، اینها رو توییت کرد. توییتر هم بلافاصله سخنان آقای ترامپ رو نشاندار کرد و هشدار داد به کاربران که این سخنان صحت ندارند. البته آقای ترامپ بعد از اون به سراغ بازی گلف رفته مانند دیروز، شاید یک راهی هست برای تمدد اعصاب، گلف بازی میکنه امروز بعد از ظهر. و من در ادامه هم اشاره بکنم به دیگر جمهوری خواهان که برای همه سوال شده، برای تحلیلگران، برای ناظران، که در این شرایط که حالا دیدیم جورج بوش حتی پیام تبریک داد برای آقای بایدن، اینکه چرا رهبران جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا و همینطور رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، ازشون خبری نیست؟ چرا اونها تبریکی نگفتن یا حتی پیامی ندادن برای آقای بایدن و میگن آقای بایدن باید در آینده با اینها همکاری کنه در کنگره؟ و این رو نشانه خوبی نمیدونن در مورد آینده که آیا کنگره تا چه حد حاضر خواهد بود، جمهوری خواهان کنگره با دموکرات ها و آقای بایدن برای پیش بردن امور کشور همکاری داشته باشن. البته تک و توک در بین شخصیت های جمهوری خواه مانند سناتور میت رامنی که دیروز پیام تبریک داد برای آقای بایدن واکنش هایی بوده، اما سناتورهای دیگر مانند میت رامنی که به هر حال از سناتورهای مطرح جمهوری خواه هست، اونها هم در پیام هایی که دادن حمایت کردند و تاکید کردند بر موضع آقای ترامپ در مورد شمارش آرا و انتخابات. از آقای ترامپ گفتی که رفته گلف بازی کنه، ما تصاویری رو هم از زمین گلف آقای ترامپ داشتیم میدیدیم در لحظه‌ای که توضیح میدادیم. ممنونم از خشایر جنیدی در مقابل کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. بد نیست که بریم سراغ بهمن کلباسی در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاور. بهمن، با نتیجه این انتخابات عصر بایدن در حال شروع شدنه، اینطور نیست؟ شهر ویلمینگتون البته الان آرامش پس از طوفان رو تجربه میکنه جمال، ولی همینطور که میگی دولت سایه آقای بایدن به سرعت در حال آماده شدن برای تحویل گرفتن قدرت حدود 75 روز از حالا هست. و اینطور که خود آقای بایدن امروز صبح، البته چون آدم مذهبی هم هست، به کلیسا رفته روز یک شنبه، ولی تیمش خبر دادن که از فردا افرادی رو منصوب میکنه. دیروز هم وعده این رو داده بود که این تیمی که هیئتی که منصوب میشن، کارشون مخصوصا عملیاتی کردن برنامه‌های او برای مقابله با شیوع کرونا است و دیگر مسائل و نابسامانی‌هایی که در کشور وجود داره، و همچنین آماده کردن اون کارها و لیست کارهایی که می‌خواهد در همان 24 ساعت اول. معمولا رؤسای جمهور وقتی وارد کاخ سفید میشن یه سری دستورات میدن که در صدر اولویت‌هاشون بوده، بدون اینکه نیاز به تصویب کنگره داشته باشه. اونهایی که از نظر قانونی رئیس جمهور خودش به تنهایی میتونه انجام بده رو اونها رو آماده کردن. بازگشت به توافق تغییرات اقلیمی، مبارزه با تغییرات اقلیمی در پاریس، برداشتن ممنوعیت ورود ایرانیان و شهروندان چند کشور دیگه که گفته در همون 24 ساعت اولی که وارد کاخ سفید میشه لغو خواهد کرد، و همچنین آسان‌تر کردن وضعیت مهاجرت اینهایی که جوان بودند و وقتی پدر مادرشون به آمریکا آمدن در اینجا سالها زندگی میکنن ولی مجوز کار قانونی ندارن. 10-12 میلیون آمریکایی هستند که در آمریکا این شرایط دارن، ولی اونهایی که جوانتر هن، یه جمعیت کوچیکتری هن، اونها رو که آقای ترامپ وضعیتشون خیلی مشکل کرده بود اون رو حل کنه. اینا گام هاییست که هم ارزش نمادین داره، همین که میتونه پیامدهایی بلافاصله داشته باشه. و البته آماده کردن یک دولت در سایه کار ساده نیست، بیش از 4000 نفر باید منصوب بشن، از وزرا گرفته تا دیگر مقام ها، معاونت ها، رؤسای ادارات، اینها همه بعد از قبل معلوم شه چه کسانی هستند و این هیئتی که تحویل میگیره قدرت رو و کارش انتقال قدرت هست، باید همه اینا رو با آقای بایدن و خانم هریس آمادگیشو داشته باشن که به محض ورود منصوب کنن این افراد. در نتیجه حجم کار بسیار زیاده، ولی خب در این 24 ساعت بعد از اعلام پیروزی آقای بایدن تمرکز بر روی شادی و پایکوبی بود
و سخنرانی که کرد که مورد استقبال قرار گرفت، حتی از سوی بعضی جمهوری خوان، همینطور که خشایار به آقای بوش اشاره کرد. این گزارشی که میبینیم خلاصه است از آنچه که در 24 ساعت گذشته در ولمینگتون رخ داد. پایکوبی پایان ترامپ. به محض رسیدن خبر در نیمه روز شنبه در پایتخت آغاز شد و موجش به اطراف کاخ سفید رسید. حامیان جو بایدن در دیگر شهرهای بزرگ آمریکا از شمال شرق تا جنوب غرب کشور هم بیدرنگ به خیابانها ریختند و تا پاسی از شب ماندند. ترامپ هر روز موجب سرافکندگی کشور میشد. با حرف‌ها یا توییت‌هایی که میزد، ادبیاتی که علیه مردمی که متفاوتند هم در خود آمریکا هم خارج به کار میبرد، واقعا توهین‌آمیز بود برای من مهاجر و خیلی‌های دیگه. مشتاقان اینجا در شهر آقای بایدن هم ساعت‌ها در خودروهایشان صف بستند تا از نزدیک به سخنان رئیس جمهوری منتخب گوش کنند. انتظاری که گفتند خیلی بیشتر از 4 روز شمارش آرا و 4 ساعت در ماشین نشستن بوده است. اخلاق، راستگویی، وقار، احترام، همه بعد از 4 سال انتظار کشیدن به دولت برمیگرده. نخست کامالا هریس آمد تا به انتظارها پایان دهد، اولین زن که به معاونت ریاست جمهوری آمریکا خواهد رسید. به مادرم فکر میکنم و به نسل‌هایی از زنان، زنان سیاه پوست. آسیایی، سفید پوست، لاتین، زنان بومی آمریکا. که در طول تاریخ کشورمان راه را برای امشب هموار کردند. اما شاید من اولین زنی باشم که به این سمت میرسم، آخرین نخواهم بود. پیش درآمدی بر سخنرانی رئیس جمهوری منتخب که بار دیگر بر پیامش برای اتحاد تأکید کرد. من با این هدف برای رسیدن به این مقام وارد عرصه شدم که روح آمریکا را احیا و طبقه متوسط را بازسازی کنم و تلاش کنم که آمریکا در سطح جهانی دوباره مورد احترام قرار بگیرد. و اینجا داخل کشور هم با هم متحد شویم. به همه کسانی که به پرزیدنت ترامپ رأی دادند میگویم که میفهمم امشب ناراحتید، ولی ما نباید مخالفان را دشمن بخوانیم. آنها دشمن نیستند، آمریکایی هستند. او و معاونش هیچ اشاره‌ای به ادعای پیروزی از سوی آقای ترامپ نکردند، نشانی از تلاش برای درگیر نشدن با رئیس جمهوری که معتقدند صرف نظر از آنچه که میگوید 75 روز دیگر وادار خواهد شد جایش را در کاخ سفید به آنها بدهد. جو بایدن و کامالا هریس با شکست دونالد ترامپ و مایک پنس مانع سختی را از پیش راه خودشون برداشتند. در یک قرن اخیر فقط 3 رئیس جمهوری آمریکا پس از یک دوره 4 ساله در قدرت در انتخابات دور دوم ناکام ماندند. در پایان شمارش آرا و این شادی ها اما آغاز راهی پر از دست اندازه. آقای بایدن برای عملی کردن وعده‌هاش در برابر کرونا، اقتصاد نابسامان، سیاست خارجی که می‌خواهد تغییر بدهد، تغییرات اقلیمی، تبعیض نژادی، با انواع موانع از جامعه دو قطبی، فضای سیاسی پرتنش و جمهوری‌خواهانی که در سنا نفوذ بسیاری خواهند داشت، روبرو خواهد شد. بهمن کلبوسی، بی بی سی، در شهر شاد آقای بایدن در ایالت دلوور. ریچارد وایتس، مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی مؤسسه هاتسون از آرلینگتون در ایالت ویرجینیا با ماست. آقای وایتس، از نظر شما چرا ترامپ این انتخابات رو باخت؟
برای اینکه اختلاف آرا خیلی کم بود، شما میتونید که چندین عامل و متغیر رو تعیین بکنید که اگر متفاوت بودن شاید نتیجه انتخابات رو عوض میکرد. فراتر از همه اینها، این واقعیت رو ما نمیتونیم فراموش بکنیم که شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث شد که ایالات متحده نتونه به خوبی واکنش نشون بده و این تبعات خاص خودش رو بر روی اقتصاد داشت و بر روی تصورات مردم از رهبری دونالد ترامپ و مدیریتش در این حوزه. علاوه بر اینها یک سری چالش هایی هم از طرف جامعه مدنی مطرح شد، از طرف مثلا مدافعان حقوق زنان که معتقد بودند اگر مثلا رأی متفاوت میدادن شاید رأیشون جور دیگری در میومد. چون اختلاف آرا کم بود واقعا خیلی سخته که بشه دقیقا تک عاملی نگاه کرد. مشارکت عمومی و بحث شیوع کرونا، استراتژی دونالد ترامپ که گفت مردم و حامیانش از طریق آرای پستی رأی ندن، هر کدوم از اینها میتونستن این نقش ایفا کنن. آقای ترامپ کسی بود که در عربستان، در امارات متحده عربی و همینطور در اسرائیل علاقمندان زیادی داشت در میان اهالی سیاست. چقدر سیاست آقای بایدن متفاوت خواهد بود با آقای ترامپ در خاورمیانه؟ اون چه که جو بایدن درباره سیاست خارجیش گفته در ارتباط با ایران سیاست متفاوتی هست. اطرافیان او مشاورانی بودند و سیاست مدارانی بودند که در دوران اوباما فعالیت می‌کردند. اونها کسانی هستند که می‌خوان به توافق هسته‌ای برگردند یا به یک نوع توافقی برگردند که شاید اندکی متفاوت باشه با برجام، ولی اساساً شبیه برجام باشه. این یه احتمالش هست، مثلا بعضی از مفاد برجام رو عوض بکنن و از این قبیل. در ارتباط با کشورهای دیگه و تفاوت‌هایی که سیاست بایدن نسبت به ترامپ با این کشورها داره این هست که مثلا جو بایدن مخالف بعضی از گام‌هایی هست که دونالد ترامپ برای اسرائیل برداشت، مثلا انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، ولی در این حال بایدن گفته که ما حالا نمی‌خوایم سفارتمون رو برگردونیم به تل آویو. یک احتمالاً شما حمایت بیشتری از طرف آمریکا نسبت به فرمول تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینی خواهید دید و یا تلاش بیشتری برای رابطه بهتر با مقامات فلسطینی و این توافق صلحی که اخیراً بین اسرائیل و امارات امضا شد. جو بایدن احتمالاً خواهد خواست که اینو بیشتر پیش ببره. یک مسئله دیگه هم این هست که خیلی از اطرافیان جو بایدن معتقد هستند که دونالد ترامپ بیش از اندازه نزدیک بود به رهبران سعودی و احتمالاً معتقدند که جو بایدن باید یه ذره سرسختانه‌تر برخورد بکنه با مقامات عربستان در ارتباط با بحث حقوق زنان یا بحث ینان، ولی آیا خیلی بخواد ستیزجویانه باشه این روی کرد یا اینکه خیلی بخواد نزدیک باشه به ایران، اینها همه باید در آینده دید. خب رفتن ترامپ به معنای شکست سیاست فشار حد اکثری آمریکا علیه ایرانه؟ بله، من فکر میکنم تصور اطرافیان بایدن همین هست. اونا معتقدن اتفاقی که افتاده این هست که ایالات متحده تا حد زیادی کنترل خودش رو بر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دست داده و در این حال چیز زیادی رو به واسطه اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دست نیاورده. شاید اگه دونالد ترامپ دوباره انتخاب میشد رهبران ایران به خاطر فشار اقتصادی وارد مذاکره میشدند، ولی جو بایدن اگه بخواد تحریم ها رو لغو کنه دوست داره که اینها در چارچوب یک توافق تازه با رهبران ایران باشه و یک سری کنترل های روی فعالیت های هسته ای ایران بذاره و یک سری مسائل دیگه ای که درباره ایران باش مشکل داره، مثلا تحریم تسلیحاتی ایران یا سلاح‌های ایران و از این حرفا. ولی جو بایدن تلاش نخواهند کرد که خیلی بخوان در داخل ایران دنبال تغییر باشن که این جزوی از اون استراتژی فشار حداکثری دونالد ترامپ بود.
منظورتون این هست که جو بایدن به هیچ وجه دنبال تغییر رژیم در ایران نخواهد بود؟ بله، من فکر میکنم که جو بایدن احتمالا استقبال خواهد کرد از یک دولت جدید یا حکومت جدید در ایران و خوشحالم خواهد شد و خواستار بهبود وضعیت حقوق بشرم خواهد شد، ولی من فکر نمی‌کنم به لحاظ عملیاتی سیاست‌هایی رو طراحی کنند که بخوان به زور حکومت رو در ایران عوض بکنن یا اینکه بخوان سپاه پاسداران رو تضعیف کنن. من فکر کنم تمرکز اونها این هست که ایران در خارج از کشور چیکار می‌کنه، مثلا برنامه هسته‌ایشو در خارج از کشور میخواد چیکار بکنه یا در حوزه‌های دیگه چیکار بخواد بکنه. احتمالا در این حوزه‌ها انتقادشون از دولت ایران و حکومت ایران ادامه خواهند داد مثل دولت‌های دیگه آمریکا، ولی خیلی فعالانه تلاش نخواهند کرد حکومت ایران رو عوض کنن، ولی از مردم ایران خواهند خواست که تصمیم گیری رو خودشون بر عهده بگیرن. ممنونم از ریچارد وایتس، مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی مؤسسه هاتسون در آرلینگتون ایالت ویرجینیا با ما. و ما ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب از تهران با ما هستند. آقای اصغرزاده، جو بایدن فرصتی دیگر است برای ایران یا اینکه نمیشه به او اعتماد کرد و آزمودن خطاست؟ با سلام به شما و بینندگانتون، من اولا تبریک میگم به مردم امریکا و این تحولی که صورت گرفته. برداشت من این هست که فقط این نیست که انتخابات امریکا یک نفر رو کنار گذاشته و یک نفر رو به قدرت رسونده، بلکه یک جنبش اجتماعی در امریکا به وجود اومد و با پشتیبانی افکار عمومی دنیا. یعنی اتفاقی که در امریکا افتاد یه اتفاق میمون برای جامعه بشری بود، به خاطر اینکه آقای ترامپ در موقعیتی قرار گرفته بود که با اندیشه های خودش یه جریانات راست، به خصوص جریانات ضد مهاجر یا مهاجر ستیز، نجات پرست رو در سراسر دنیا تحریک کرده بود. اتفاقاتی که در کشورهای امریکای لاتین، آسیا و حتی اروپا باعث شده بود بر اساس اون رزونانس یا تشدید به حساب فرکانس، جریان راستی در این کشورها به پا بخیزه و به هر حال نظم جهانی رو تهدید کنه. از این زاویه یه فرصت داره ایجاد میشه برای همه مردم دنیا، مردمی که میخواستند همزیستی داشته باشند، به معاهدات بین‌المللی احترام بگذارند و به همه جانبه گرایی احترام میگذاشتند، یعنی قبول میکردند که مشکلاتشون رو با هم حل بکنند. به نظر من این برای ایران هم فرصتی است، به خصوص اینکه مردم ایران بالاخره بر اساس تصمیم مسئولین پای مذاکره با ترامپ نرفتند و بعد از خروج ترامپ از برجام سختی های زیادی رو مردم ایران کشیدند. یه سوال مطرح بود که آیا این کار خوبه یا بده. الان که این اتفاق در امریکا افتاده و یک پیروزی اخلاقی و حقوقی برای یه جمع گسترده‌ای از مردم امریکا رخ داده که در مقابل جریان ترامپیسم ایستادند و موفق شدند، خب ایرانی هم توش تا حدودی شریک هستند. گفتید یعنی اگر گفتید که یک فرصت در زمان آقای اوباما چنین فرصتی ایجاد شده بود، ولی خب بسیاری میگن که تحریم‌های فلج کننده در زمان آقای اوباما شروع شد. حتی این عبارت به کرات توسط هیلری کلینتون به صورت جدی مطرح شد. تندروها میگن که دموکرات یا جمهوری‌ها خیلی فرقی نمی‌کنه، اینها دو لبه یک قیچی هستند. درسته، در ایران این حرف رو میزنن، یعنی در ایران خیلی ها هستن که میخوان ذات امریکا رو تقلیل بدن به یه ذات شیطانی، یعنی بگن امریکا یک دسته، همشون سگ زرد برادر شغاله، چه فرقی داره، ما داریم با گوریل مبارزه مثلا شطرنج بازی میکنیم. این ایده غلطی است و این انتخابات اخیر در امریکا نشون داد که امریکا یک دست نیست. اینطوری نیست که یک جریان نجات پرستی در امریکا یا یه جریانی که مثلا اسلام ستیز ایران حراسه به قدرت برسه
و بعد پشتیبانی قدرتمندی از جریان راست اسرائیل رو پشت سرش داشته باشه، این موفق بشه سیاست‌های خودش رو جلو ببره. به نظر من نشون داد انتخابات اخیر که این جنبش اجتماعی که الان 75 میلیون رأی آورده و آقای بایدن، من با آقای بایدن کاری ندارم، اتفاقی که در امریکا افتاده یه پیروزی برای مردمی که حالا نمایندگیشو دادن به بایدن، ولی آقای بایدن در آینده نمیتونه به این راحتی این افکار عمومی رو دور بزنه و فقط تابع لابی مثلا اسلحه سازها، لابی نظامی‌ها یا لابی صهیونیستا باشه. البته یه نکته‌ای هم بگم، آقای ترامپ یا اندیشه ترامپیسم این نیست که از بین رفته باشه، این پشت در کاخ سفید میخوابه با این استدلالی که آقای ترامپ میکنه و میگه تقلب شده، تا 4 سال دیگه 70 میلیون خودش رو حفظ میکنه، قدرتی است این. بنابراین این یک اصل راهنماست برای ایران، برای همه کشورها، که اگر رفتارشون به گونه ای باشه که این جریان پیروز دچار تفرقه بشه و یا فرصت ها رو از دست بده، همه اینها توی حساب ترامپ ذخیره میشه. یعنی رفتارشون چطور باشه؟ گفتید یک فرصت، و کشورهای مثل ایران رفتارشون به گونه ای باشه که چنین و چنان بشه، یعنی چی؟ اگر به عرصه عمل نگاه بکنیم، شما از رهبران ایران در این مقطع در برابر این فرصتی که بهش اشاره کردید چه توقعی دارید؟ رهبران ایران هم از اول انقلاب تا حالا همیشه بین اون آرمانگرایی و عملگرایی حرکت کردن. اینطوری نبوده که فرصت‌ها رو فقط تابع شعارها و آرمان‌ها بگذارن، چه در مورد جنگ، پذیرش قطعنامه، حتی مسئله خود پرونده هسته‌ای ایران که به خاطر اشتباهات ما باعث شد که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بره و اجماع سازی صورت بگیره، و چه خود برجام که یک دستاورد بسیار بسیار ارزشمند دیپلماتیک است، اینها پشوانش بالاخره اون نگاه رهبران ایران. اینا رو میفهمم آقای اسقرزاده. خب سوال من اینه که در مقطع فعلی به عنوان یک فرصت چطور باید از این فرصت استفاده بشه؟ کاملا سوال خوبیه، و اون به خاطر اینه که اون 70 میلیونی که با آقای ترامپ هست و اون لابی های پشت صحنه الان میخوان مصادره کنن، یعنی الان میخوان نزدیک بشن با آقای بایدن، اونو تحت فشار قرار بدن، بهش بگن که باید با ایران این برخورد بشه، توی خاورمیانه این طور صورت بگیره، در آخر لابی عربستان سعودی، لابی اسرائیل، اینها حضور فعالی دارن. اینجا ابتکار دیپلماتیک میخواد، یعنی نزدیک شدن یا در حقیقت حضور داشتن تو دیپلماسی عمومی. ما باید بدونیم که آقای بایدن هم بالاخره به اروپا نزدیک خواهد شد، متحدان بیشتری رو خواهد داشت و قدرت اجماع سازی پیدا میکنه، کاری که آقای ترامپ نتونست و اخیرا تو شورای امنیت به خاطر منع فروش تسلیحات شکست خورد. یه مقداری اگر روشن‌تر صحبت بکنیم، مثلا در زمان اوباما، آقای اوباما نامه نوشت به آیت الله خامنه ای، وقتی میگید که ابتکار دیپلماتیک باید نشان داده بشه، به چه معناست؟ مثلا منظورتون این هست که آیت الله خامنه ای این دفعه دست خودش رو به سمت آمریکا دراز بکنه؟ خب قطعا این کار رو که نمی کنه آقای خامنه ای، ولی باید قبول کنیم که حرکت ترامپ یه حرکت دقیقی بود برای اینکه بگه مسئول توی کشور ایران رهبری ایران هست، و خب رهبری هم که نمیتونه ملتی که این همه مقاومت کردن و به هر حال در مقابل فشارها به زانو در نیامدن، به راحتی بیاد دستشو به سمت امریکا دراز کنه. طبعا مکانیزم خاص خودش رو داره، ولی این فرصت قابل ترجمه به رفتار دیپلماتیک هست توسط همین دولت موجود. یعنی اصلا زمان، شخصیت دولت، افراد به نظر من مهم نیست. در اینجا تصمیم نهایی رو کسی میگیره که مسئولیت اون رو هم باید بپذیره. و خب همه کشورها سیاست خارجیشون مثلا یه قطاره که روی ریله، میتونه توی ایستگاه‌های متوقف بشه، ولی این نیست که مثلا حتما ریل رو شما به راحتی بتونید تغییر بدید. میتونید شرایط رو ایجاد بکنید که هماهنگی بیشتری صورت بگیره، مثلا شرایط ستیز یا شرایط تشنج یا تنش تو منطقه رو به حداقل برسونیم. الان روزای حساسی است، یعنی آقای بایدن هنوز قدرت رو در اختیار نداره، بنابراین امکانی داره بدخواهانی
مثل جریان تندروی اسرائیل کارایی بکنن که درگیری نظامی به وجود بیاد تو منطقه. ما باید پرهیز کنیم از اینکه توی این شرایط در یک دام یا تله ناخوانده‌ای بیفتیم. باید کاری بکنیم که با همین دولت موجود، با یعنی منظورم در ایران هست، با دولت آقای روحانی و با تجاربی که دارن در قضیه برجام، شرایط رو ایجاد کنیم که امریکا ضمن اینکه برمیگرده برجام، شرایط برای مذاکره، گفتگو و نزدیک شدن راجع به یه سری مسائل فراهم بشه. اگر این کار اتفاق بیفته و ایران در حقیقت از این فرصتی که به دست اومده چهره خودش رو نشون بده به عنوان چهره‌ای که اهل تعامل، گفتگو و مذاکره هست، به نظر من کشورهای اروپایی هم استقبال خواهند کرد و آقای ترامپ هم، آقای بایدن هم دچار اون سختی نمیشه. الان اتفاقی که امکان داره بیفته اینه که آقای بایدن غلط بزنه و از این جنبش اجتماعی دور بشه و به سمت جریانات و لابی‌هایی نزدیک بشه که اونها ایران ستیز یا ایران حراس هستند. سپاسگزارم از ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب در تهران. وقتی دولت جدید آمریکا کارش رو شروع کرد، دولت حسن روحانی در ایران کم کم کارش به پایان میرسد. شاید این فرصت چند ماه کافی باشد که دو طرف به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام و لغو تحریم‌ها بازگردند، همونطور که آقای اصغرزاده هم اشاره کردند. شاید هم این فرصت کافی نباشد. سیاوش اردلان از چشم‌انداز پیش رو و حالت‌های ممکن برای دو طرف گزارش می‌دهد. 73 روز تا تشکیل دولت بایدن باقی مانده. 73 روز دیگر برای دولت ترامپ تا آخرین آجرها را بر دیوار تحریم بچیند. شاید بگویند ایران دیگر چیزی برای تحریم کردن ندارد، اما دارد. مؤسسه FDD یا بنیاد دفاع از دموکراسی ها اندیشکده‌ای در واشنگتن است که به دولت آمریکا در خصوص تحریم ایران مشورت می‌دهد. آنچه FDD پیشنهاد کرده معمولاً اتفاق افتاده و اینها پیشنهادهای تازه FDD است. دولت ترامپ ممکن است به زودی بورس تهران را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا تحریم کند. آمریکا باید ایران خودرو و سایپا را تحریم کند. اگر بورس ایران و صنایع خودروسازی تحریم شود، آخرین تیرهای سیاست فشار حداکثری هستند. تغییر در راه است و این را حتی FDD هم می‌داند و با اکراه اذعان می‌کند. دولت بایدن تمام تلاش خود را خواهد کرد تا روحانی و خامنه ای را راضی به مذاکره کند و خود نیز به برجام متعهد شود. موفق شد تلفنی یک راه راضی کردن رهبران ایران در عالم دیپلماسی نشان دادن حسن نیت است. برای زنده کردن برجام باید تحریم ها را کشت. لغو کردن تحریم هایی که تحت عنوان مقابله با تروریسم علیه ایران اعمال شده مشکل تر، ولی بایدن میتونه کلن این دسته از تحریم ها رو اجرا نکنه، چون این اختیارات رو داره که تصمیم بگیره تا چه حد میخواد در اجرای این دسته از تحریم ها سخت گیری به خرج بده. هنوز دولت بایدن تشکیل نشده، ولی شخص او خطوط اصلی برنامه اش را در این مقاله برای CNN روشن کرده است. اگر ایران به توافق هسته‌ای متحد شود، من راه دیپلماسی را به تهران نشان خواهم داد. به مسائل و نگرانی های دیگر من هم خواهیم پرداخت. آیا منظور جو بایدن این است که این مسائل و نگرانی‌ها را در زنده کردن برجام دخالت می‌دهد، یا اینکه مثل گذشته برجام جای خود، مسائل و نگرانی‌های دیگر آمریکا هم جای خود؟ این تفاوت مهمی است. اگر دو طرف بدون هیچ قید و شرط و طرح مسئله جدیدی حاضر باشند برجام را زنده کنند، کار آسان می‌شود و آسان تمام می‌شود. اما اگر دو طرف بخواهند مسائل دیگری را مطرح کنند و شرط و شروط جدید بگذارند، کار طولانی خواهد شد. دولت بایدن شاید بحث برنامه موشکی ایران و آنچه فعالیت‌های تروریستی می‌خواند را پیش بکشد. کما اینکه پیشاپیش گفته تحریم‌های هدفمند در این زمینه‌ها ادامه خواهد داشت. ایران شاید آنگونه که بعضی از مقاماتش گفتند، بابت 4 سال تحریم درخواست خسارت کند و یک تضمین محکم بخواهد که آمریکا دیگر از توافق خارج نشود. شاید هم همه چیز موکول به دولت بعدی ایران شود و تکرار این صحنه ها بازیگران جدیدی طلب کند. بله. سیاوش اردلان، BBC.
دو مهمان دیگر داریم. مهدی جلالی تهرانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه از نیویورک با ماست و همینطور علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتوی کانادا. آقای جلالی تهرانی، شکست ترامپ شکست سیاست فشار حداکثری بر ایران هم هست؟ صدای شما رو نداریم آقای جلالی تهرانی. اگر صدای من رو دارید یک بار دیگه من سوالم رو تکرار میکنم. امیدوارم که متاسفانه بله. آقای جلالی تهرانی، شکست ترامپ شکست سیاست فشار حد اکثری هم هست؟ بفرمایید. خیر، شکست ترامپ ابزاری برای ارزیابی سیاست حد اکثری نیست. سیاست حد اکثری رو بعد در داخل ایران و در منطقه بسنجیم. در منطقه هدفش محدود کردن و مهار کردن شرارت‌های جمهوری اسلامی بود که در این زمینه موفق شد. اما در داخل ایران هدفی که دولت ترامپ طرح می‌کرد آمدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بود یا تغییر رفتار رژیم که در هیچ کدوم موفق نبود و شکست خورد. آقای نامور حقیقی، شما چی فکر می‌کنید؟ کوتاه لطفاً. دیدگاه آقای ترامپ در مورد مسئله برجام از همون آغازش این بود که برجام توافق بدیه و معتقد بود اگر آقای ترامپ سه ماه تحریم رو ادامه میداد رژیم جمهوری اسلامی سقوط میکرد، ولی محاسباتش اشتباه بود. تحریم هایی که گذاشتن که در تاریخ دنیا در علیه هیچ کشور اعمال نشده قطعا تأثیرات بسیار جدی گذاشته در ساختار اقتصاد ایران، مضافاً بر اینکه با کرونا همراه شده و به هر حال افزایش این مرگ و میر که بخشش مربوط به امکانات پزشکی و دارویی و امکانات مالی دولت هست در مقابل با کرونا که اگه با همین روند ادامه پیدا کنه میشه قربانیش بیشتر از جنگ با عراق خواهد شد، موقعیت دشواری رو برای ساختار حکومت ایجاد کرد، ولی کمک نکرد به اون پروژه‌ای که اونها داشتن، نه در عرض سه ماه سقوط کرد، نه تونست که مسئله غنی‌سازی رو حل کنه. ایران ده برابر بیشتر از قبل تولید غنی‌سازی کرد، چیزی که آقای بایدن هم در مقالش اشاره کرده بود، و همچنین نتونست وارد یک مذاکره بشه، برای که سیاست پاندولی آقای ترامپ هیچ راه حل مشخصی رو برای دیپلماسی یا دیپلماسی نداشت. آقای پومپئو که خب بدتر از اون بود، ولی به نظر میرسه که آقای بایدن مسیر جدیدی رو داره برای که ملاحظات اونها چه در رفع مسائل بین‌المللی، چه در هماهنگی با متحدینشون و چه در نحوه حل منازعات منطقی کاملا دیدگاه استراتژیکی است که متفاوت با دیدگاه آقای ترامپ و قطعاً راهگشا هست در مقایسه با دیدگاه آقای ترامپ و تیم آقای پومپئو. آقای جلالی تهرانی، شما چی فکر می‌کنید؟ من این سوال رو از آقای نامبر حقیقی دارم که اینکه قرار بود سر سه ماه جمهوری اسلامی سرنگون بشه رو بر مبنای سندی میگن جایی گفته شده؟ آقای نامبر حقیقی؟ بله، شما از نطقای آقای تیلرسون شروع کنید. آقای پومپئو گفت، آقای پومپئو در دی 96 با بی بی سی ورلد صحبت کرد، ازش پرسیدن که آقا موقع رئیس سی‌آی‌ای بود گفتن شما آیا این شورش‌ها ادامه پیدا کنه؟ ایشون گفت حتما ادامه پیدا میکنه. و شما در منطق بحث آقای پومپئو اگه دقت کنید، اجندایی که میخواید صحبت کنید، مجموع درخواستایی که در انجام میشه دو حالت بیشتر داشت، یا جمهوری اسلامی کاملا تغییر ماهیت بده که معنی سرنگونیه، یا اینکه خواستای آمریکا رو قبول کنه. خب طبیعتا در منطق علوم سیاسی همه کارشناسا معتقدن که این امر به معنی تلاش برای سرنگونی، مضافا برای اینکه اقدامات اطلاعاتی که آمریکا به طور مخفی انجام میده و آقای ترامپ هم نظرش این بود، آقای ترامپ معتقد بود شما اقدام رو انجام بدید هیچ اطلاعی هم ندید، همه مبین همین سیاستی است که در عمل انجام میدادن، هرچند ممکن حرفش رو نزن. دست کم خیلی از مقام های ارشد یا چند تا از مقام های ارشد آمریکایی میگفتن که به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی 40 سالگی خودش رو نخواهد دید. آقای جلالی تهرانی، درسته؟ نه، مقامات در واقع گذشته بودند، در اون زمان نبودند. مثلا آقای جان بولتون رو فرض کن اشاره بکنید در نشست مجاهدین خلق، اینها، یا آقای رود جولیانی، اینها در واقع آرزو بافی بود. با سیاست خارجی یک دولت فرق میکنه. من اونطور که الان دریافت هستم و اونطور که به هر حال به عنوان یک ناظر دنبال میکنم، هیچ صحبت آقای نامبر حقیقی در واقع یک برداشت ایشون هستش یا تحلیل ایشون، اما هیچ وقت چنین نظری دولت ترامپ نداشت برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی، و اتفاقا همین مسئله بود. یعنی در واقع کارزار فشار حداکثری
به تنهایی یک سیاست نیست. به همین جهت در داخل ایران اثر نداشت. در بیرون واقعا منصفانه هر ناظری باید قبول بکنه این کارزار در کنار کشتن قاسم سلیمانی قرار گرفت. ببینید در کنار چیزی قرار میگیره، تونستش واقعا مهار بکنه شرارت های جمهوری اسلامی رو. اما در داخل به خاطر اینکه هیچ سیاست مشخصی آقای ترامپ نه در افغانستان، نه در عراق، نه در سوریه، نه در جاهای دیگه نداشته، عملا این کارزار فشار حد اکثری به نتیجه نرسیده. همینطور یا در یک حالت ژله‌ای داره پیش میره و معلوم نیستش که نتیجه چیه. کوتاه‌تر صحبت کردید آقای جلیلی، چون کوتاه‌تر صحبت کردید آقای جلیلی، یه سوال دیگه هم از شما میپرسم. وقتی میگید که در منطقه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته یا حالا رفتارش عوض شده، چه شواهدی داریم؟ مثلا آیا در یمن چنین اتفاقی افتاده؟ آیا در عراق چنین اتفاقی افتاده؟ آیا در سوریه یا در لبنان؟ اتفاقا میشه در این مورد سوالی که شما میکنید میشه واقعا یه مقدار مکس کرد، چون با زمینه های دیگری در کار بود، یعنی فاکتورهای دیگری رو میبینیم. مردم عراق به خصوص مردم شیعه، جوانان عراق در شهرهای جنوبی علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردن و آمدن بیرون. در لبنان هم شاهد هستیم، در یمن نه، در بحرین باز کنترل شده بوده، یعنی کارهایی که قاسم سلیمانی میخواست انجام بده برای شورش در اونجا عملا انجام نپذیرفت. به همین جهت عوامل مختلفی اثر گذاشته، ولی در مجموع که داریم میبینیم حتما امتیازی هم به سیاست فشار حداکثری میرسه، به خاطر اینکه امکانات مالی ایران رو محدود کرد و پولهایی که بعد از برجام داده شد هیچ کدوم به دست مردم نرسید، وضع مردم خوب نشد. اینها حداقل برای ما فکر میکنم برای هر ناظر منصفی محرز هست. از این جهت کلن کنترل شدش در منطقه، ولی با سیاست های مختلف و رویداد های متفاوت. آقای نامور حقیقی چی فکر میکنید شما؟ ببینید من فکر کنم که باید به دوره پسا ترامپ فکر کنیم. آقای تهرانی تخم مرغش رو سبد فشار آقای ترامپ گذاشته بود، اون به تاریخ پیوسته. ببینیم آقای بایدن که اومده چه امکاناتی ایجاد شده برای رابطه ایران و آمریکا. نکته اول و ایران حالا چه انتخابایی داره، یعنی جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی چه گزینه‌هایی داره و چه احتمالاتی هست برای پاسخ به این احتمالات. ببینید اولی مسئله اینه که آقای بایدن زبان دیپلماتیک داره، احترام به دیپلماسی داره. این در سیاست کشورهای مثل ایران خیلی مهمه، یعنی شما امکانات گفتگو رو باز می‌ذاری وقتی که احترام می‌ذاری در مسئله. دومی که به تعهداتی که آمریکا قبلا داده، چون میراث‌دار اوباماست، احترام می‌ذاره. این هم نکته مثبت سومه. نکته سوم آقای بایدن تئوری که آقای اوباما داره، هم مایله که نیروها رو ببره به سمت چین، اقیانوس آرام، مناظرات خاورمیانه رو سعی کنه حل کنه، و از طرفی مایله که ملاحظات دفاعی ایران رو به رسمیت بشناسه. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، قطعا نمیخواد از تحریم با هر قیمتی به خصوص در موارد انسانی استفاده کنه. یه نکات رو در همین پنجتا نگه داریم، ممکنه که این فهرست خیلی بلند باشه آقای نامور حقیقی. آقای جلیلی تهرانی بفرمایید. انتخاب جمهوری اسلامی اینی که چه در مقابل این چیکار بکنه. یک گزینه این هست که به خاطر اینی که آقای روحانی سرکار هست، رقابت های درون‌گروهی هست، امکان مذاکره رو نگه دارن تا انتخابات. خب. یا اینکه آقای روحانی خودش خواستار این بشه که شورای امنیت مذاکرات رو به عهده بگیره که پیش برد مذاکرات در سبد دولت نباشه. بسیار خب. اینکه ایران بایستی کشورهای عربی رو تا قبل از که آقای بایدن یا سرکار یه فرصت طلاییه. کشورهای عربی الان موضع تضعیف شده دارن در مقابل در مقایسه با گذشته. تنش زدای ایران با عربستان امارات خیلی فرصت استفاده میکنه. منظورت اینه که در منطقه هم باید یک سیاست جدید رو دنبال کنه. پلن مصالحه هم حالا من توضیح میدم چه جوری. بسیار خوب. آقای جلیلی تهرانی، این طور که آقای نامور حقیقی توضیح میدن، الان فضا به گونه چرخیده که جمهوری اسلامی اون رو میخواسته. الان فرصتی ایجاد شده در آمریکا که در این چهار سال دست کم در اختیار جمهوری اسلامی نبوده، که هیچی، کاملا به زیانش بوده. چی فکر میکنید؟ ببینید همه بستگی به رفتار خود جمهوری اسلامی داره، یعنی اینطور نیستش که فقط چون آقای بایدن به قدرت برسه یک موقعیت هایی در مقابل جمهوری اسلامی باز میشه و این موقعیت ها مورد استفاده قرار میگیره.
و جمهوری اسلامی هم رفتار خودش رو تغییر نمیده. آقای بایدن نمیتونه به سادگی مثل آقای اوباما پشت میز مذاکره بکنه و مثلا اگر اعتراضاتی در میان مردم اتفاق بیفته مثل سال 88 سعی کنه که ازش عبور بکنه، هیچ گونه حمایتی نکنه. الان وضع عوض شده. اتفاقا اثراتی که سیاست‌های آقای ترامپ داشت حتی در منطقه هم وضع برخلاف اون چیزی که آقای نامبر حقیقی میگن، من فکر میکنم تغییر داده. متحدین منطقه‌ای آمریکا یا دولت آقای ترامپ، یعنی به طور مشخص کشورهای عرب و اسرائیل، در دوران آقای ترامپ هم همینطور بود. بهشون میگفتش که مسئله دست خودتونه، شما خودتون باید وارد دعوا بشید، ما نمیتونیم شما رو حمایت کنیم. فقط الان اونها اتفاقا یک حس بیشتری دارن که باید روی پای خودشون بایستن و اگر جمهوری اسلامی بخواد شرارتی در منطقه انجام بده به صورت فعالتر بیان جلو. نمیتونن دیگه به امید آمریکا باشن. مقداری از این امیدها در واقع سلب شده. از این جهت وضعیت جمهوری اسلامی در وضعیت بهتری نخواهد بود و معمولا هم از این فرصتها که اصلا هیچ وقت استفاده نمی کنن. فشارهای داخل هم میتونه کاملا اعتراضاتی رو ایجاد بکنه. ببینید، در نظر بگیریم، این فکر نکنیم که آقای بایدن میاد الزاما به بقای جمهوری اسلامی میانجامه یا این بقا ادامه پیدا میکنه. چه بسا که اگر اعتراضات پیش بیاد واقعا به یک انقلاب منجر بشه. در نظر بگیرید که آقای حسنی مبارک رابطه بسیار نزدیکتری آقای جلی ترانی، این مواردی که آقای نامور حقیقی اشاره کردند رو موارد عملی میبینید؟ مثلا همین که جمهوری اسلامی در این شرایط بره با کشورهای عرب منطقه وارد مصالحه بشه، با عربستان، با امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی چون این کاری را احتمال خیلی زیاد نخواهد کرد. در ظاهر میگه که ما با اونها دوست هستیم، از این الفاظ به کار میبره، ولی با کارهایی که در عراق میکنه، همین ببینید در همین دوره انتخابات در یک ماه و نیم اخیر چندین بار نیروهای هشت شبی به مسیرهای آمریکایی ها حمله کردند و اتفاقا در اخبار نیامد چون در سایه انتخابات قرار گرفته بود. بنابراین آن چیزی که ما از جمهوری اسلامی میشناسیم میشه اقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش داره این مسیر رو پیش میره. یعنی به هر حال هدفش این هستش که آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه و چه بسا آقای بایدن اتفاقا کمتر از آقای ترامپ بخواد که آمریکا از منطقه خارج بشه، چون واقعا وضعیت نگران کننده است در اینجا. آقای نامور حقیقی، ببینید، این درسته که این فرصت طلایی که ایجاد شده بستگی داره که جمهوری اسلامی چه انتخابی بکنه. من داشتم همین رو میگفتم. تا حالا انتخابایی که اونا در ارتباط با آمریکا داشتن مصالحه بر مبنای اکلمیته بوده، یعنی چیزی که فقیه، یعنی در حد ضرورت، یعنی اگر در حال شما فوتی میتونی مردارم بخوری. بنابراین مصالحه بر مبنای اکلمیته که در واقع یه جور توافق برجام روی اون سوال بود، باعث شد که یک توافق نیم‌بندی صورت بگیره که شکننده است. اینجا انتخابی است که باید انجام بگیره. اگر ایران وارد این مصالحه بشه که مصالحه گسترده‌تری هست و ایران الان میدونه که به هر حال هر زمانی میتونه دولت آقای بایدن تغییر کنه، یه جریان متفاوت‌تری بیاد، لابی‌های گروه‌ها خیلی تأثیر میذاره و در این حال میدونه اثرات این تحریم میتونه ایران رو تبدیل به یک موقعیت بسیار تضعیف شده قرار بده. ایران 80 میلیون جمعیت داره، نیاز به توسعه داره، نیاز به امید داره و ادامه این روند امکان ناپذیره. بنابراین این ملاحظات ممکنه اون وقت باعث بشه که امکان مذاکرات گسترده تر و در حوزه‌های مختلف ایجاد بشه. مضافاً برای اینکه آقای ظریف الان برخلاف دولت آقای ترامپ کانال‌های ارتباطی و گفتگویی با دولت آقای بایدن رو داره که نداشت، ولی گروهی الان در بومی که قدرت هستن که آقای تهرانی ممکنه به اونا اشاره کنه. متشکرم، ممنونم. وقت اونا معتقدن بازی با ریسک بالا کرد. وقتمون خیلی کمه آقای نامور حقیقی. بله، و اون خب بله، بازی با ریسک بالا خب میتونه خطرناک. بسیار ممنونم، وقتمون به پایان رسید. این گفتگو شاید در فرصتی دیگر بین آقایون ادامه پیدا بکنه. ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، و همینطور مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه در نیویورک. رهبران بسیاری از کشورها با پیام‌های انتخاب جو بایدن و کامیلا هریس معاون او را به آنها تبریک گفتند و
قول همکاری و حمایت دادند، اما روسیه، چین و عربستان هنوز چیزی نگفتند. بسیاری از مردم هم از استرالیا تا ایرلند از پیروزی جو بایدن استقبال کردند. دبیر کل ناتو هم گفته که آقای بایدن از حامیان سرسخت پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی است. کسرا ناجی از واکنش ها گزارش می‌دهد. در 300 کیلومتری چنای در جنوب هند، در دهکده تولا سندروپورم، دهکده اجدادی کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا. مادر خانم هریس از اینجا به آمریکا مهاجرت کرد. این دهکده کوچیکیه. این موفقیت بزرگیه. خیلی بهش افتخار میکنیم. در معبد دهکده دعا و جشن موفقیت چشمگیر اهالی یک دهکده کوچک در فرستادن دخترشان به کاخ سفید. عموی خانم هریس میگوید چیزی برای توصیه به او ندارد، چون او هر چیزی را که باید بگوید و انجام دهد به نحو احسن گفته و انجام داده است. خانواده خانم هریس حالا خودشان را برای رفتن به واشنگتن برای جشن آغاز ریاست جمهوری آقای بایدن آماده میکنند. در آن طرف جهان، در شهر بلینا در جمهوری ایرلند هم مردم شامپاین باز کردند برای جشن گرفتن انتخاب جو بایدن که مردم شهر را به هیجان آورده. شهر اجدادی جو بایدن که پدر پدر بزرگ او اینجا به دنیا آمد. اینها کسانی که میگویند همگی فامیل جو بایدن هستند و میگویند همه میخواهند برای جشن آغاز ریاست جمهوری او به واشنگتن بروند. و این پسر میگوید جو بایدن 4 سال پیش به اینجا آمد و از گیتار زدن من و دوستانم خیلی تعریف کرد و به من گفت اگر روزی رئیس جمهور شوم به کاخ سفید دعوتت میکنم. جو بایدن گفته است که نمیگذارد برکسیت با ایجاد مرزی به اصطلاح سخت بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند توافق صلح ایرلند را به خطر بیندازد. در لندن روز بعد از انتخاب جو بایدن، روزی مهالود، برکسیت و تأثیر آن بر توافق صلح ایرلند تنها یکی از مسائل حساس است. امروز روز یادبود کسانی بود که در جنگ‌های اول و دوم جهانی جانشان را از دست دادند. با حضور ملکه و اعضای خاندان سلطنتی و بالاترین مقام‌های فعلی و پیشین کشور. بوریس جانسون در پیام تبریکی به جو بایدن و کامالا هریس اظهار امیدواری کرده است که دو طرف بتوانند در مورد یک رشته مسائل مورد علاقه دو کشور و از جمله تغییرات اقلیمی همکاری کنند. کنایه‌ای به خروج دونالد ترامپ از توافق اقلیمی پاریس. ایالات متحده نزدیکترین و مهمترین متحد ما، سالهای سال هم همینطور بوده، در زمان رئیس جمهورهای مختلف آمریکا و نخست وزیران بریتانیا، و این رابطه تغییری نخواهد کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و به خصوص در آلمان امروز نفسی راحت بعد از 4 سال روابط پرتنش با آمریکای دونالد ترامپ. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در توییتی از صمیم قلب به رئیس جمهوری منتخب آمریکا و معاونش تبریک گفت و نوشت دوستی آمریکا و اروپا جایگزینی ندارد اگر بخواهیم با مشکلات امروز مقابله کنیم. در اسرائیل طرفداران بنیامین نتانیاهو از رفتن ترامپ خوشحال نخواهند بود. کسی که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و سفارت آمریکا را به آنجا منتقل کرد. کسی که 3 کشور عرب را راضی کرد که با اسرائیل آشتی کند. آقای نتانیاهو امروز هم به جو بایدن تبریک گفت و هم از دونالد ترامپ تشکر کرد. من آقای بایدن را 40 سال است که میشناسم. ما دوستی قدیمی و صمیمی با هم داریم. من او را دوست اسرائیل میدانم. مردم آمریکا حالا مثل برنامه‌های تلویزیونی آقای ترامپ این بار خود او را اخراج کردند. شروع روندی برای تغییراتی بزرگ در روابط آمریکا با دنیا. کسرانجی، بی بی سی. رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های افغانستان پیروزی جو بایدن را تبریک گفتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ابراز امیدواری کرده که پیامد پیروزی آقای بایدن برای پایان مشکلات افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. روین رهنوش در کابل واکنش‌ها را دنبال کرده. افغانستان آماده ادامه مشارکت چند جانبه با آمریکا، از جمله مبارزه با تروریسم و آوردن صلح. بخشی از پیام توییتری محمد اشرف غنی به مناسبت پیروزی جو بایدن، اتفاقی که به نظر می رسد بر وفق مراد دولت افغانستان است.
شماره از مقام‌ها و سیاسیون افغان حضور جو بایدن را در رأس دولت آمریکا فال نیک می‌دانند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین گفته، آقای بایدن به دنبال اتحاد و بهبودی بود و افغانستان به آن نیاز عمیق‌تر دارد. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، پیروزی بایدن را مهم خوانده و حضور مردم آمریکا در انتخابات را تاریخی. حتی محمد نور، عضو رهبری جمعیت اسلامی گفته دولت جدید آمریکا از تسریع روند صلح حمایت کند. هرچند هنوز واضح نیست جو بایدن برای افغانستان چه برنامه هایی دارد. برخی باور دارند در جزئیات مناسبات دو طرف تغییرات رونما خواهد شد. از لحاظ استراتژیک ما شاهد تغییرات گسترده در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در برابر دولت افغانستان نخواهیم بود، اما از لحاظ تاکتیکی بعضی از تغییرات ما محتمل است که شاهدش باشیم. در مورد توافقنامه، موقف اداره آقای بایدن برداشت ما است که متفاوت تر از اداره آقای ترامپ خواهد بود. آقای بایدن او انعطاف و نرمخویی را که آقای ترامپ در برابر طالبان داشت نخواهد داشت. طالبان گفته امیدوار است پیروزی جو بایدن برای حل مشکلات افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. اما پیش از این گفته بود خواهان برنده شدن دونالد ترامپ و پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان است. شهروندان افغانستان هم در مورد انتخابات آمریکا بی تفاوت نبودند. در انتظار از این هستیم، خوشبین به این هستیم که وضعیت امنیتی کشور تغییر کنه و صلح و آرامش برقرار باشه و در تمام امورات دولتی، خصوصی، ادارات یک نظم خاص بیایه. شهروندان افغانستان از آرزو داره که چون ترامپ نتونستن در بسیاری از بخش‌های افغانستان هم موفق باشه و تصمیم‌های دقیق بتونه بگیره و امیدواری های مردم افغانستان هم هست که بتونه جو بایدن یک کار به مردم افغانستان بکنه. امیدوارم که در روند صلح افغانستان آنچه که دولت ریاست جمهوری ترامپ تصمیم گرفته بود بر مبنای صلح در افغانستان، امیدوارم که بایدن تسریع بده این روند و بتونه که یک نتیجه بسیار سریع، مؤثر و خوب در افغانستان داشته باشه. موفقیت روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از جمله اهداف کلیدی آمریکا تا پیش از انتخابات این کشور بود. حالا بسیاری چشم بر راه تصامیم رهبری بعدی دولت آمریکا هستند. انتخابات آمریکا همزمان با افزایش چند برابری درگیری ها در افغانستان است. سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدیدش گفت خشونت ها در 3 ماه اخیر 50% افزایش یافته. از حملات وسیع طالبان و دولت در میدان های جنگ تا حملات خونین داعش به نهادهای آموزشی. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. ممنون که این 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.